پس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف، تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و نجات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل یوحنا فصل اول. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمروی خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند:
پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند. راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدن: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در حالی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد. این است آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می‌آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت: این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید: به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند: ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت: بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: ما ماشیح، یعنی مسیح را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت: آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد: بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان
صعود و نزول می کنند خواهید دید.